به نام یاد خداوند متعال و سلام بر شما بیننده های عزیز به بخش دوم برنامه آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. تقلای دولت افغانستان برای مبارزه با تروریسم، اما این بار دست به دامان روسیه. پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فروپاشید، معادلات و سیاست جهانی با این فروپاشی نیز دگرگون شد. اما اکنون دوباره روسیه توانسته است به عنوان یک ابرقدرت مقتدر در رویارویی با غرب قرار گیرد و با آمریکا و کشورهای همپیمانش در ترسیم خطوط سیاست جهانی و منطقه‌ای رقابت کند. اما با توجه به حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، نوع نگاه روسیه به افغانستان چگونه است و واقعا روسیه در این اواخر در افغانستان در پی چیست؟ گفته می شود که به تازگی مقامات ارشد امنیتی افغانستان و روسیه روی ایجاد یک کمیته مشترک برای مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. این کمیته برای همکاری های تکنیکی نظامی ایجاد می شود تا در نتیجه آن مبارزه بین المللی با تروریسم افزایش یابد. این در حالی است که بارها گزارش های از نزدیکی و روابط روسیه با طالبان در افغانستان شنیده شده است. در این برنامه آقایان غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان و سخی محمدی استاد دانشگاه با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمان عزیز. آقای ناصری، در نخست با شما میگم که واقعا در قضیه صلح و جنگ افغانستان چه انتظار را میتونیم از روسیه داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب عالی، جناب آقای محمدی و همکاران محترم تکنیکی و کلیه بینندگان محترم، فراموش نکنیم که تا به حال موضوع صلح طلبی افغانستان که هیچ گونه نتیجه نداشته و جست خیزش هایی که صورت گرفته بدون نتیجه و با عنوان یک موزلی دائمی تبدیل شده، یکی از مشکلاتش به نظر من و عبارت از این میکانیزم است که باید به عنوان هیئت ناظر یا عضو به اصطلاح شرکت کننده در این گونه جلسات اونا نادیده گرفته شده. شما ببین افغانستان اساسا از اینجا شروع میکنیم، پاکستان چی میخواه از افغانستان و ادعای فرزن پاکستان چیست؟ پاکستانی ها میگه که یکی از خواستهای پاکستان همیست که باید روابط سیاسی و دیپلماسی افغانستان با هند که رقیب دیرینه ماست باید در یک چارچوب مشخص و اونچه که مطابق نظر ماست و خواست ماست و منافع ملی پاکستان ایجاب میکنه در این چارچوب باید صورت بگیره و یکی از خواستهای اینا همین بود. مسئله دیگر و عبارت عزیز که روسیه گرچه مرز مستقیم با افغانستان نداره ولی تعدادی از کشورهای تحت عنوان مشترک المنافع میگین یا به اصطلاح اقمار اتحاد شوروی سابق میگین، هر چی که میگین نامگذاری میکنین، اینا با روسیه در این گونه قضایا با همدیگر دارای وجوهات مشترک هستند. یعنی این کشورهایی که مرز داره و هم مرز با افغانستان است، از تمام فعل و انفعالاتی که در افغانستان اتفاق میفته بدون تردید اونا گاهی نگران میشه و اگر امنیت افغانستان به یک معیار ثبات بین المللی برسه و به اصطلاح که دوستا احساس خطر نکنه از او خوشحال میشن. در این قسمت است که روسیه چه بخوایم چه نخواهیم در قضایای افغانستان دارای یک وجه مشترک، به عبارت دیگر دارای منافع مشترک هستند. مسئله دیگر و عبارت عزیز که شما دیدید که در هفته گذشته سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران وقتی که مصاحبه کردن با تلویزیون ترونیوز، او آشکارا گفت که فرزن ایران فقط در بخش سیستم اطلاعاتی و امنیتی با طالبان در تماس است. یعنی امنیت ما امیر ایجاب میکنه که باید ما بفهمیم که چنین رابطه و تماسی را داشته باشیم. داشته باشیم و گبی درستی هم هستن به خاطر اینکه امنیت یک کشور باید یک هم چیزی اینالی در این قسمت. حالا روسیه وقتی که مداخله کردن در قضایای روسیه سوریه یک دستاورد فوق العاده داشت و سرانجام ما و شما دیدیم که به اصطلاح آوردن تعداد زیادی از نیروهای مخالف حکومت بشار الاسد دور میز مذاکره جمع کردن و سرانجام در کل او وضعیتی که پیش بینی میشد که میتونه حافظ الافسد یک به شکلی یک طرفه به اصطلاح سقوط بکنه، دیگر با او به عنوان یک حل معضلی اساسی نباشه، اینا زدن. میایم در این قضیه در رابطه با افغانستان، من معتقد هستم که یکی از اشتباهاتی که تا اونوز حکومت افغانستان، چه حکومت دیروز چه حکومت امروز، بله، مرتکب از قضیه شده و عبارت عزیز که در قسمت میکانیزم فقط آمده تمام ارزش ها و تمام اتکاها و تمام تکه ها را به پاکستان کرده و به عبارت دیگر
در پیش روی در میز مذاکره وقتی که نشستن با افغانستان، پاکستانیا به اصطلاح هیچ کس رقیب خوب ندیدن. به همین دلیل که تا هنوز کلنجار رفته، صادقانه عمل نکرده، هیچ گونه فشار لازمه بر پاکستان وارد نشده و از طرف دیگه ما بیش از حد تکیه کردیم با آمریکا. روسیه در معادلات قضایای افغانستان بخصوص در باب صلح و جنگ و مسئله طالبان به سود افغانستان نبوده و افغانستان باید توجه میکرد به نقش روسیه هم در ما دقیقاً گویم اینی است. اما میخواهیم که باز بکنیم مقداری و اصطلاح اون بخش های تاریک قضیه که باقی مانده که ما نتونستیم از این وضعیت استفاده بکنه حکومت افغانستان، اون رو باید بازگو بکنیم. به عنوان مثال آمریکایی ها هم اون روابط استراتژیکی که با پاکستان داره، شما ببینین وقتی که فرزن در قضایای او زمانی که علیه سردار محمد داوود کودتا شد، پیش از برای آقای داوود آمریکایی ها گفته بود که هوش دارین که در قسمت روابط خود با شما وقتی که با هر کشوری که رابطه میکنین چی میکنین، شما باید بالاخره مد نظرتان پاکستان داشته باشین. ما فراموش نکنیم وضعیت به همین اساسه. آمریکایی هم فشار لازمه، به عبارت دیگر او صداقتمندی که ضرورت بود در قسمت حل پرابلم و بحران موجوده افغانستان، با اینکه پیمان امنیتی داشتیم، پیمان استراتژیک داشتیم و توافقنامه امنیتی مورد به اصطلاح اجرا شد، ولی با کمال تاسف آمریکایی او فشار لازمه را بر پاکستانیا وارد نکردند. وقتی که رسید کار به بسیار جاهای باریک، وقتی که آمریکایی‌ها در اون قسمتی که باید فشار لازم و وارد می‌کردن به پاکستانیا وارد، بنابراین در این جهت است که حالا مسئله طالبا، یعنی روسیه از طالبا زیاد احساسی خطر نمی‌کنه در این حد که بتونه در قسمت سیستم اطلاعاتی و امنیتی با طالبا در تماس شود، چنانچه که آقای کابلوف به اصطلاح چی نماینده خاصی دولت روسیه و آقای پوتین در مسائل افغانستان هفته گذشته با صراحت ایر اعلان کرد که ما با طالبا و اصلاح چی به خاطر جلوگیری از پیشروی القاعده و داعش با طالبا در حال مذاکره هستیم و با اینا در تماس گرفتیم. یه واقعیت قضیه همینه. به همین دلیله که اگر میخواد حکومت افغانستان من بعد واقعا نشست چهار جانبه صورت نگیره، بلکه نشست پنج جانبه شش جانبه اینا با صورت بگیره که اگر بخواد به یک نتیجه کلی برسیم، پای روسیه، پای ایران، پای هند الا ولا بود باید وارد از این گوت بکنه و در مکانیزم مذاکرات صلح اینا رو شامل بکنه تا فشار لازم با پاکستان وارد شه و پاکستانی ها متوجه شه که تنها اینجا ما نیستیم که میتونیم نقشی اساسی رو بازی بکنیم. بله ممنون آقای محمدی. حالا کشورهای زیادی دخیل هستند در بازی که در افغانستان جریان داره یا بازیگر هستند در معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان. مشخصا چهار کشوری که حالا در این اواخر چین و آمریکا و پاکستان و به شمول افغانستان آمدن تلاش میکنن برای رسیدن صلح افغانستان و نتیجه دادن این روند، فکر میکنین جایگاه روسیه در میان کشورهایی که بازیگر هستند در افغانستان چی است و نادیده گرفتن روسیه در این مسائل واقعا به سود افغانستان خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب وکیل صاحب و بیننده محترم تلویزیون. ببینین روسیه به شکل سنتی دارای منافع مشخص و تعریف شده در داخل افغانستان هست. افغانستان به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی تقریبا منحصر به فردش برای روس‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و از گاهی که روس‌ها چی در دوران تزار چی در دوران اتحاد جماهیر شوروی و چی بعد از حالا جنگ سرد در دوران دوباره قدرت گرفتن روسیه به عنوان یک قدرت بین المللی، افغانستان در به عنوان یک موقعیت بسیار حساس برای خودشان تلقی کردند و همیشه خواستار اشراف و به نحو به اصطلاح نفوذ در داخل افغانستان بوده و هستند. شکی نیستی تنها محدود برای روس‌ها هم نمیشه، کشورهای دیگه مانند چین، مانند ایالات متحده آمریکا، قدرت‌های بزرگ، کشورهای عربی و هر کدام و همسایه‌های دیگه افغانستان، هر کدام به نحو دارای اهداف و منافع مشخص و تعریف شده خودشان در داخل افغانستان هستند. اما ای که واقعا نفوذ یا چقدر میتونه تامین کننده منافع ملی در داخل افغانستان باشه، من فکر میکنم این وقت تامین شده میتونه که ما از منافع و اهداف هر کدام و نوعیت رابطه در که هر کدام از این کشورها در داخل افغانستان دارن ما درک واضح و مشخص داشته باشیم و بعد بیایم نوعیت رابطه‌ای که با هر کدام از این کشورها صورت میگیره اول
از آدرس مجرای اصلیش یعنی دولت افغانستان صورت بگیره و دوم این روابط و این اهداف در امتداد منافع ملی کشور اینها جهت داده شوه و اینها نهایتا تامین کننده اهداف و منافع ملی در داخل افغانستان باشه، وگر نی صرف رابطه الزامن صرف تامین ارتباط و رابطه الزامن تامین کننده منافع ملی کالا یک از او اهداف را که ما در صدد تامین از او هستیم، تامین صلح در داخل افغانستان، الزامن منتج به او نمیشه. دقت بکنیم نوعیت تعامل که امروز روسها و بعضی از کشورهای دیگه در قضای افغانستان تعقیب میکنن، من یک اندازه سر شک دارم که ای بتانه حالا الزامن تامین کننده اهداف و منافع ملی ما هم در داخل افغانستان هم باشه. افغانستان از تعامل با روسیه و رابطه با روسیه آنچه که میخواهد در بحث صلح امنیت و مبارزه با تروریسم واقعا به دست میاره، یعنی میتونه توازن را حفظ کنه با توجه به رابطه‌ای که با آمریکا داره و دیگر کشورها. متاسفانه من فکر میکنم جواب به این سوال منفی است به دو دلیل. یک، اینکه متاسفانه تا امروز هم افغانستان دارای سیاست مدون تعریف شده هدفمند و فعال نسبت به حالا جهان بیرون نیست. ای که کشورهای دیگه بر اساس منافع خودشان میایند با افغانستان و هم چی بسا که نه با دولت افغانستان که حتی با عناصر دیگه میایند تامین رابطه میکنند، من فکر نمیکنم الزاماً بتانه تامین کننده منافع ملی ما در امتداد این روابط باشه. و دوم همی که مشخصا متاسفانه دیگه طالب ها علی رغم ای که یک تهدید بسیار جدی در مقابل حالا ملت افغانستان هستن، متاسفانه نوع دید روس ها نسبت به قضیه به نام طالب این نوع دید نیست. روس ها به دلیل ای که حالا طالب را یک تهدید بومی و تهدید حالا محلی می دانند، زیاد او را با چشم یک تهدید به او نمیبینن و بیشتر حالا در صدد تعامل با او هستند. بله، من شک دارم رابطه داشتن روسا و دیگر کشورها با طالبا در افغانستان مطرح میشه و نماینده ها و مقامات برجسته شون میان مطرح میکنن که ما با طالبا رابطه و به نوع اشراف داریم، این چی رو میرسونه واقعا؟ اگر من فکر میکنم جواب یک جواب بسیار واضح داره، نادیده گرفتن دولت ملی در داخل افغانستان و نادیده گرفتن منافع ملی در داخل افغانستان. میتون میخوام ساده بسازم، اگر روابط را که کشورهای بیرونی با افغانستان تامین میکنن الزاماً در امتداد اهداف و منافع ملی در داخل افغانستان نباشه و از مجرای اصلیش یعنی از مجرای دولت افغانستان صورت نگیره، من فکر میکنم که این میتونه بیشتر از اینکه یک فرصت برای افغانستان باشه، یک تهدید در مقابل حالا اهداف و منافع ملی در داخل افغانستان باشه. تعاملات از این قبیل تا امروز تانست وضعیت رو به او شکل که ما امروز در مقابل از او قرار داریم در داخل افغانستان رقم بزنه و این مطمئنن توان از این را مردم افغانستان میدن. قدرت های حالا منطقه‌ای یا بین المللی آمدن از بعضی از گروه هایی که برای مردم افغانستان چقدر مفید و چقدر مضر رسند بدون تفکیک او آمدن از یا استفاده ابزاری کردن تا یک مقطع زمانی تا اون مقاطعی که اهداف و منافعشان را تامین میکرد یا را تقویه کردن و بعد از ای که حالا او منافعشان با استفاده از ای ابزار و اهرام تامین شد دیگه یا را بالا خودشان ماندن و اینا صرف با عنوان حالا گروه های سرکش و گروه هایی که به نوع مخل نظم عامه در داخل افغانستان بودن دست به فعالیت های زدن که خب نتایج ملموسش امروز تقریبا تمام مردم افغانستان شاهدش هستند. بنابراین من فکر میکنم این رابطه روسیه یا هر کشور دیگه با افغانستان وقتی مفید خواهد بود که از مجرای اصلیش یعنی دولت افغانستان صورت بگیره، دوم این هدف را که حالا دولت افغانستان تامین تعقیب میکنه یعنی منافع ملی این هدف را تعقیب بکنه. در غیر از او تعاملات از این قبیل من فکر میکنم جز ای که حالا بیایه به اصطلاح
دامنه بحران در داخل افغانستان را وسعت ببخشه، الزاماً هیچ کمکی به روند صلح در داخل افغانستان نخواهد کرد. آقای ناصری‌آلا، مشخصاً با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی و ناتو عملاً در افغانستان حضور دارن و بارها مقامات آمریکایی هم گفتن که شاید این حضور خیلی دراز مدت باشه، مشخص نیست که تا چه زمانی در اینجا هستن، اما وقتی که بحث کمک روسیه یا بیشتر نزدیک شدن روسیه به افغانستان مطرح میشه، فکر میکنین به سود افغانستان است یا این قضایای و معادلاتی که در افغانستان جریان داره بیشتر پیچیده میشن؟ ببین چند تا مسئله است که با از همدیگر به نظر من تفکیک شده. یک بحث پایان دادن به معضل موجود و بحران موجود افغانستان است که مردم افغانستان چوبی سوخت از او قرار گرفته و کشور به تباهی و ویرانی و مردم افغانستان به سرحد نابودی واقعا کشانده. یک بحث منافع کشورهای دیگر است. بدون تردید چند چیز تا هنوز حکومت افغانستان نتانسته که به اصطلاح یک گامی اساسی رو بده. اول تیم مذاکره بر محوریت مذاکره و مذاکره که بر محوریت افغانستان پیش بره این مکانیزم واقعا ساخته نتانسته، متاسفانه خواهی را ساختن تحت عنوان فرضاً یک لشکر یک تیپ شورای عالی صلح. اینا چی کار کردن؟ آخر همین در دنیا شما سراغ ندارن غیر از افغانستان که یک کسی تری به اسلام منافع ملی یک کشور بخواید تیم را به وجود بیاره مذاکره بکنه با جانب مقابلش که هر کسی باشه، به عنوان مثال بعد یک همچه هیئت و یک همچه میکانیزم را به وجود آورده بشه. اونم چند تا مشکل داره، اینا چند تا مرض داره. اول کهولت سنی، تعداد زیاد از اینا حرفی معاصر نمیشنوه. از این طرف دیگه بخش عظیم از این دو سلسله از اینا وابسته به خود پاکستان است. ما نمیتونیم نادیده بگیریم روابطی که فرضاً در درون شورای عالی صلح در مدت های زمانی به اصطلاح سر هر قاعده شی که وقتی چیش وقتی بیایم بحث بکنیم، اینا وابستگی لازم با پاکستان داره و جناب آقای کرده بکره به وجود آوردن با متاسفانه با خاص پاکستانی ها بودن، یعنی حلقه در درونی اما حلقه نفوذی پاکستانی ها که در کنار جناب آقای کرده بودن این وضعیت به وجود آوردن که حالا لازم نیست که فرضاً یک از اینا رو نام ببری. اینا وضعیت. پس بنابراین اولی میکنیم با تغییر بکنه محوریت مذاکره به تیم به خود افغانیا، باید یک تیم فعال و مکانیزم بسیار محدود و کارشناس حقوقی و بین المللی باشه که وضعیت بتونه واقعا بر نفع افغانستان تغییر بده. مسئله دوم و عبارت عزیز، تا هنوز فرضاً آمریکایی‌ها که آمده اینجا سرمایه گذاری کرد فقط به خاطر فریب بوده و الا آیا امیر عقل سلیم قبول میتونه که تو را دانم خدا زور آمریکایی‌ها به طالبان نرسیده؟ طالبان همینقدر قوی است یا القاعده شی یا دیگه شی؟ روی از این جهت است که اینا میخواهی جای پای خوده ماکم کرده بره پیمان استراتژیک امضا کردن، بعد توافق امنیتی را هم امضا کردن، با این حال بعد بحث صلح و نشست های چهار جانبه و تلاش هایی که حکومت افغانستان رو اندازی کرده، پس چی سودی میتونه داشته باشه؟ خب تا هنوز هیچ گونه سودی نداشته. سودی چی بوده؟ یعنی واقعا کدام سودی ملموسی داشته؟ گرچه جناب آقای غنی او باور نداره که او خوب همون شعارهای خود میده، میگه ما کاری که کردیم این وای عبارت انزیم بود که فرضاً این قضیه را از محدوده افغانستان و پاکستان بیرون بکردیم، این روز در جامعه جهانی ما بسیار طرفدار داریم و این کار را. در صورتی که از اون طرف دیگه دقیقاً جناب آقای غنی میگه و گپش هم درسته، میگه جنگ در افغانستان جنگی که علیه مردم افغانستان تعمیل شده، جنگی داخلی نیست که یک طرف قضیه نظام و ملت و مردم افغانستان و حکومت افغانستان باشه و از طرف دیگه فقط یک گروه فرزن وابسته و مزدور به نام طالبان وجود داشته باشه. نه، اینجا مداخلات کشورهای متعدد داره. وقتی که این کشورها مداخله داره، هر کسی که هستن با هر پیمانیه که هستن در هر بخشی که هستن، اینا این مستلزم عزیز که باید پای از اینا را به اینجا بکشانه. بدون ازی بچین شما ببینید گپ بسیار مهمه. وقتی که رئیس جمهوری محترم ازبکستان میره با آقای پوتین از او تقاضا میکنه که شما باید در قضایای افغانستان مداخله بکنین و به اصطلاح این بحران باید مهار بکنین، دلیلش و عبارت عزیز که ازبکستان چه بخواهد چه نخواهد با افغانستان هم مرز هستند و دارای منافع هستند و اگر فردا مثلا اینجا مواد مخدر و همین طور نیروهای دهشت و وحشت و امثال ذلک و انفجارات و دیگر و دیگر تمام از اینا تحت تاثیر میگذاره، این قضیه در این جهت است که ما معتقد هستیم که بستگی به این داره. از طرفی وقتی که پای روزها در افغانستان، گرچه باز فردا کسی مرا متهم نکنه که من خدای نخواستم مزدور روس هستیم و یعنی آمریکایی هم کاری نکردن بین هو و بین لا، به هیچ وجه صادقانه عمل نکردن و یک گپ درسته. خب وقتی که آمدن یک کمی پیش رفتن، باز آمدن خود متوقف کردن، مگر آقای اوباما با صراحت نگفته که فرضاً تمامی اهدافی که ما در افغانستان داشتیم
ایالات متحده آمریکا به تمام از اهداف رسیده. من بعد دیگر ما فقط جنگ با القاعده داریم، جنگ با طالبان نداریم. چطور شد که بالاخره یه آخر باز میای اینا حدود 5400 نفر میگه ما میخوایم وارد از قلم رو بکنیم و به شکل مرتب پنتاگونش اولتیماتوم میده و احساس خطر میکنه و به اصطلاح خطرات بسیار بالا میبره، ضریب خطر بسیار قوی مطرح میکنه تا حدی که میگه ممکن نظام افغانستان در آینده های نزدیک اگر یعنی این خطرات جلوگیری نشه و اینا از هم بره. اینا رو باید ما نادیده نگیریم. روی از جهت است که بازم ما تاکید میکنیم که هنرمندی و به اصطلاح همون زیرکی یکی مکانیزم تیم مذاکره حکومت افغانستان بله در مجموع بود داخلی قضیه به مربوط دولت افغانستان میشه، اما کسایی که خودشون منافی دارن در افغانستان مثل روسیه چگونه از ناحیه از اونا؟ خب اینه که از یک طرف حکومت افغانستان یک حکومت مستقله، یک حکومت بر مبنای منافع ملی خود میتونه به اصطلاح با هر کشوری در تعامل و در تفاهم شود. چرا؟ به دلیل از اینکه معنای استقلال نمیست. اگر مستقل نباشه و صد تا شعار استقلال هم بدیم فرضاً بگیم که فقط از کنار ینزی شور نخر تا حق دیگر خو معنای استقلال، در صورتی که جوابدارای جغرافیایی مشخص، نظام مشخص، مستقل هستند و همینطوری به اصطلاح چه حاکمیت ملی در افغانستان به دست مردم افغانستان است، حکومت فقط از مردم نمایندگی میکنه. اینجاست که باید اینا به خاطر منافع، اگر اینا پای روسه نتونه و افغانستان بکشانه، شما باور بکنید که اینمی جنگ جنگ فرسایشی را تا اونجای پیش میبره که به تمام اهداف خود پاکستانیا. بله آقای نظری، پیشتر در بخش اول برنامه که بیشتر شهروندان تماس میگیرن، یک کس تماس گرفت گفت که چگونه است که حالا مردم افغانستان 14 سال در برابر روس جنگیدن و چقدر قربانی دادن، روسیه هم در اینجا قربانی زیادی داد، از افغانستان روسیه را بیرون کردن و چگونه شد و چی کردیم ما که امروز باز هم دست به دامن روسیه هستیم و به نوعی باز هم از روسیه طالب کمک هستیم؟ خب این شرایط، ببین روسیه را بیرون کردیم چی، یک اجماع ملی به وجود آمد که امروز متاسفانه علیه جهاد منه و خیلی بعضی آدم های ناانصاف ما دیدیم. واقعا شما ببین، ممکن یک آدم به عنوان رهبر مجاهدین، رهبر یک حلقه اشتباه کرده باشد، اما مسئله اشتباه یک نفر مجاهد با اصل قداست جهاد و این روحیه که تانسته تانوز افغانستان از پرگاه های سقوط در مقابل برتانیا و روسیه و امثال ذلك حزب بکنه، این دوتا این ارزش های ملی رو ما باید به او احترام بگذاریم. واقعا اگر ما به جهاد مقاومت باور نداشته باشیم، اول در اسلامیت خود باید تجدید نظر بکنیم، بعد به اسلام به منافع ملی خود باید پشت با بزنیم و از این گذشته دیگر ادعای از این که ما دارای افتخارات در تاریخ گذشته بودیم نه. اینها وجهات مشترک و تاریخ‌های مشترک و به اسلام هم عزت و سرفرازی مشترک مردم افغانستان. از این جهت است که با کمال تاسف اون یک بحث جداگانه است، این اتفاق میفته. مواردی هست که وضعیت در یک زمان فرزند یک ملت خوب عمل میکنه، بعد متاسفانه بره اداره نمیشه، رهبری نمیشه، کار به یک شکل دیگر چی میشه. به عبارت دیگر شرایط زمانی و مکانی، وضعیت موضوعاتی که اتفاق میفته در درون یک کشور دقیقا توجیهگر یک سلسله حرکات است که با هم دیگر همخوانی نداشته باشه. سپاسگزار هستم آقای محمدی. خب پیشتر هم اشاره شد گذشته از اینکه افغانستان چه نیازمندی هایی داره که باید با روسیه رابطه داشته باشه، گذشته از این مسئله ما روسیه فکر میکنید از چی نقاطی از آدرس و ناحیه افغانستان آسیب پذیر است که میای با جانب افغانستان همکاری میکنه و بحث ایجاد کمیته نظامی و بحث مبارزه با تروریسم هم مطرح میکنه؟ ببینین، افراطیت کلانترین تهدید در مقابل روس ها هست. حالا من صرف نمیگم منافی تنها طالبانه که البته من قبلا عرض کردم خدمتتان، طالب تهدید بیشتر و یا صرف در مقابل منافع مردم افغانستان است. این روس ها درک میکنن، طالب دیگه این روس ها درک کردن و این تلویحا هم طالب ها برای کشورهای منطقه‌ای فهماندن که ما دیگه تهدیدی در مقابل منافع شما بیرون از مرزهای افغانستان نیستیم. طالب انتحار را در کابل میکنه، طالب انتحار را در مسکو و تاشکند و نمیفهمم دوشنبی یا انجام نمیده که ما این که تا امروز انجام نداد. و طالب ها بیشتر امروز به یک ابزار تبدیل شدن در دست قدرت ها. هر مرجعی که تمویل کرد میتونه برشان سمت و سو بده. دیگه طالب ها پایبند اصول و حالا او ایدولوژی که حتی قبلا داشتن تابع از اون نیستن. به او خاطر است که حالا قدرت های بیرونی برای تامین اهداف خودشان بیشتر میخوان متمسک بشن به ابزار کار عملا و در داخل یک کشور وجود داره.
دوم طالبان آمدند با اقدامات که تا حال داشتند به نوع خودشان یک نوصد و مانع در مقابل داعش معرفی کردند. داعش که تهدید واقعا بالقوه در مقابل اهداف و منافع روزها در داخل حالا او حیات خلوت خودشان یا کشورهای آسیای میانه است. من فکر میکنم یکی از انگیزه بسیار کلان را که روزها برای حمایت و برای تامین ارتباط با طالب ها دارن این است که بیاین از طالب با عنوان یک صد در مقابل توسعه نفوذ داعش در داخل افغانستان و از ایجه با عنوان حالا یک به اصطلاح یک آدرس برای منافع خودشان در کشورهای آسیای میانه استفاده بکنن. به این خاطر هست که گذشته از تهدید افراطیت و تروریسم که واقعا تهدید جدی در مقابل منافع روسها هست و ضمن ای که حالا دیگه کلگی این درک مشترک هست که افراطیت دیگه دین و مذهب نمیشناسه، مربوط به دین و مذهب نیست و قدرت های بزرگ از ای به عنوان ابزار سیاست خارجی خودشان در مقابل دفع تهدید و در مقابل تامین منافع خودشان استفاده کردن و استفاده میکنن. این چیزی است که حالا من فکر میکنم درک مشترک هست. به او خاطر هست که حالا ابزار در چیزی که حالا من فکر میکنم تلقی و برداشت روس هاست، داعش ابزار است در خدمت اهداف و منافع غرب، اینا میخوان ابزار در اختیار داشته باشن و متاسفانه ای که حالا آمدن افغانستان را به دلیل ضعف اقتدار ملی در قالب پدیدی به نام دولت زمینه را مساعد ساخته به ای که بیان افغانستان را با عنوان جولانگاه و عرصه حالا به اصطلاح تلاقی منافع خودشان قرار دهند. تلاقی منافعی که گاهی وقتا و اکثرا در حکم و در قالب حملات انتحاری و انفجاری در داخل افغانستان عرض وجود میکنه. بنابراین چیزی رو که من سرش تاکید میکنم واقعا اگر افغان ها میخواین از این ارتباطات حالا در امتداد هر نوع اهداف و منافع میخواه باشه، اگر میخواین واقعا در جهت منافع کلان خودشان، منافع ملیشان سود ببرن، فکر میکنم بسیار ضرور هست که ای از آدرس مجرای اصلیش یعنی دولت افغانستان صورت بگیره. دوم این ارتباطات منافع اهداف و منافع ملی در داخل افغانستان نباشه. ارتباطات را که ما تا امروز داشتیم، چیزی را که متاسفانه به شکل حالا غلطش به او افتخار میشد که افغانستان کشوریست که با تمام کشورها ارتباط همسان داره، من فکر میکنم این ارتباط همسان با کلگی برقرار کردن تامین کننده منافع ما نیست. ما باید تفکیک اولویت بکنیم ارتباط با کدام کشور بیشتر میتونه تامین کننده منافع ملی در داخل افغانستان باشه و این ارتباط ما باید ارتباط فعال باشه نه ارتباط انفعالی. ما متاسفانه تا امروز بیشتر ارتباطات انفعالی را با کشورهای بیرونی تعقیب کردیم. ادامه برنامه تا لحظات دیگر. با سلام مجدد و ادامه برنامه خوش آمدید. آقای نصیری، در کل پیشتر هم خوب مطرح شد که حکومت افغانستان تلاش های زیادی را هم در گذشته و هم در حال راه اندازی کرده، بخصوص از آدرس کشورهای بیرونی که بتونه به یک نتیجه در باب صلح و جنگ در افغانستان برسه و حل معضل طالبان. اما همواره روی کرد و استراتژی که در درون حکومت برای رسیدن به صلح وجود داشته مورد انتقاد بوده و حتی به این مثلا بارها اشاره شده که حکومت تعریف مشخص یا برنامه مشخصی برای رسیدن به صلح این مسائل ندارد. فکر میکنید وقتی که این قضیه واقعا در درون روشن نباشه و تعریف واضحی برای رسیدن به صلح وجود نداشته باشه، تلاش های بیرونی نتیجه‌ای در پی داشته باشه؟ کاملا درسته. شما ببینید به عنوان مثال وقتی که رئیس جمهور محترم افغانستان در همین هفته در روز دوشنبه وقتی که آمدن در اون جلسه فوق العاده به اصطلاح بنابر دعوت خودشان مطابق با ماده 104 قانون اساسی که شکل گرفت، اونجا در مدخل ورودی در بحثش آمد همینطوری با هیجانی تمام فرزند طالبان رو بردن در ردیف القاعده و داعش قرار دادن. اما استثنا در آخر کار با کمال تاسف وقتی که آمد گفت برخی از طالبان. خب وقتی که این قاعده
به کار میبرن حداقل مشخص بکنه که منظور ما از برخی طالبان این نیست. بازم نمیگن. اجمال در درون طالبان واقعا گروهی وجود داشته باشه که الان مجزا شوه از گروه های تروریست دهشت افکن؟ خب ما این باور دارم، اما گپی که فرزند نسبت به پاکستانی ها گفتن که پاکستانی ها حق نداره که فرزند تروریسم به بد و خوب تقسیم بکنه. ما هم گپیم به عنوان شهروند افغانستان همین است که طالبا خوب و بد نداره. یعنی کدام نتیجه را تا هنوز گرفته؟ کدام طالب آمده به روند صلح پیوسته و منافع ملی افغانستان قانونی اساسی افغانستان قبول کرده باشه؟ حداقل فرزند همین انفجارات با کمال تاسف ضایعاتی که هر روز اتفاق میفته از اینا جلوگیری کرده باشه. این یک مثال. بعد وقتی که در کاخ ریاست جمهوری دیروز جلسه گرفته میشه، اونجا شما ببین صحبتایی که اونجا صحبت میشه، دکتر صاحب عبدالله چه بخوایم چه نخواهیم به عنوان رئیس قوه اجرایی است. وقتی که اون میه صحبت میکنه فرزند همه رو میگن، هر کسی که فرزند علیه ملت و مردم و علیه منافع ملی افغانستان جنگیده و بغاوت کرده دشمن ماست. بله. در صورتی که جناب آقای دکتر عبدالله و جناب رئیس جمهور محترم افغانستان تشکیل دهنده اصل ساختار رهبر یک حکومت است. بله، رهبر یک حکومت است. این مشکل وقتی که حل نشوه با چی؟ اونم که میگیم با سیاست مدون، با تعریف مدون، همونطوری که استاد اشاره کردن، وقتی که ما یک آجندا نسازیم، درسته؟ یک بخش حکومت یک آجندا داشته باشه، اونم در مسئله صلح، بسیار مسئله سرنوشت ساز و کل گرفتاری افغانستان همین مغزله است. وقتی که به اصطلاح تعامل و تعریف مشخص و واحد از آدرس یک نظام، یک حکومت از طرف سران حکومت وجود نداشته باشه، با چه رقم ما میتونیم به اصطلاح در اون جلسه ها شرکت بکنیم و بعد منتظر هستی باشیم که واقعا نتیجه مثبت و یک دستاورد کلان نصیب مردم. بله، و به این مثلا بارها اشاره شده که در ادامه حرفای شما که تصمیم گیرنده بیشتر در قضایای سال جنگ که در افغانستان جریان داره حکومت افغانستان نیست و کشورهای دیگری هستند گردانده این مسائل و پدیده ها در افغانستان. خب همین هم که باشه، حداقلش مطابق با قانون اساسی باید سران حکومت قطع نظر از حامد و محمود هر کسی که هستن باید این موضوعات با مردم افغانستان شریک بسازن. متوجه شدین؟ با مردم افغانستان چه رقم میشه شریک؟ یا در کنفرانس های مطبوعاتی با عام مردم شریک بساز، یا مثلا اون جلسه فوق العاده ای که خود رئیس جمهوری افغانستان مطابق با ماده 104 قانون اساسی دایر کردن همین همون تعریف میکرد و آشکارا میگفت فرزند منظور ما که وقتی میگیم برخ طالب اینا ها، برخ دیگری که ما از این مسئله و از این حکم مستثنا میکنیم و خارجی میکنیم و به اصطلاح و ذخیره میکنیم، یعنی فلانیا اینا رو باید بازگو بکنه. به این دلیل که ما مشکل داریم، هم در قسمت همونطور که قبلا خدمت شما کاملا توضیح دادیم، ما دنبال از نیستیم که خدای نخواسته به اعضای محترم شورای عالی صلح توهین بکنیم. توهین نمیکنیم، ولی واقعیت قضیه است که اینمی لشکر نتونسته هیچ گونه دستاورد اینا رو دیگر بفرستن طرف. اما پولایی که برای اینا میده خب بالاخره تحت همین نام مسمای چه کنه، اما پولایش از جناب آقای غنی بده به خانه‌ی ازنا. ما طرفدار از هستم که همینا مردمای به اصطلاح وقتی که با عزت بودن با عزت باشن، اما موضوع حل و فصل کردن یک معضل بسیار تاریخی و مهم میره که امروز خیلی دشمنای افغانستان شمشیرهای خود از غلاف کشیده تا پشت گردن هر به اصطلاح تبعی افغانستان گذاشته، اینا نتونستن حل بکنه، اینا نمیدونن. یعنی هر کسی که در هر معضل بین‌المللی در سیاست خارجی خود وقتی که دچار یک مشکل میشه، یک تیم مذاکرنده واحد را با یک مکانیزم خاص بالاخره در ابعاد مختلفش که باید اون کارشناسی داشته باشه اینا رو وارد میکنه. پس بنابراین من معتقد هستم چند تا کار صورت بگیره. اول سران حکومت محترم وحدت ملی تعریف واحد داشته باشه، حداقل در بین خود در یک میز که هم حامی صحبت میکنه هم محمود، هم رئیس جمهور، هم رئیس اجرایه، دو تا حرف متناقض نباید مردم افغانستان بشنوه. چرا؟ به خاطر مردم نمیفهمه واقعا که درست میگه که خدای ناخواسته نادرست میگه، که بر نه کدامش بر نفع مردمه کدامش بر نفع مردم نیست. باز هیچ گونه شما نمیفهمین که کی درست میگه و کی نادرست میگه. خب ما چی میگیم؟ ما اینو میگیم به عنوان شهروند افغانستان، هر نظام افغانستان یک نظام مشروع هست یا نیست؟ همین نظام بر مبنای قانون اساسی ولو بالاخره انتخابات را نتیجه نداده با کمال تاسف، اما اصل نظام خود مردم پذیرفته دیگه، درسته؟ حکومت وحدت ملی را مبنوم ولو بر مبنای توافق سیاسی بود مردم قبول کرده. خب وقتی که اکثریت مردم افغانستان قبول کرده، یعنی 90 چند درصدش اصل نظام قبول کرده، از طرف دیگه چی میشه؟
او وقت اینا باید پشتوانه مشروعیت سیاسی داخلی و خارجی به میز مذاکره وقتی که میشینن با همدیگر باید توافق نظر داشته باشن. اگر نداشته باشن کار به اینجا تا هنوز که به همین نتیجه نرسیدیم، علتش همین بوده که متاسفانه گسیخته، یک گسست بسیار عمیق و گسترده در سران حکومت وجود داشته نسبت به همون تعریفی که عبارت از دوست و دشمن باشه که واقعا کرده. و الا به نظر ما به عنوان شهر هر کسی که واقعا هر کسی که به هر شکل مخالفت با نظام و با مردم افغانستان بکنه و دشمنی مردم افغانستان است. چرا؟ طرفداران نظام مشخصه، کسایی هست که با تمام مشکلات میسازن ولی نظام را سر پای جا استوار کرده و امروز با کمال تاسف یکی از مشکلاتی که تا هنوز هم به وجود آورده و قربانی گرفتن مردم افغانستان فراموش نکنیم و عبارتی عزیز که اینمی صلح طلبی خونسا، صلح طلبی که هیچ گونه دارای محتوای مشخص نیست، آجندای مشخص نیست و نشست های و برخواست هایی که بارها و بارها ما و شما وقتی که یک حرکت شروع میشه مردم مطمئن میشه، امیدوار میشه، بعد از در فردای زمین میبینیم که یکی پس از دیگری مردم افغانستان قربانی. نتیجه چیست؟ نتیجه همینه که ما تعریفی دوست و دشمن نداشتیم. منافع یک تیم به عبارت دیگر تیم جناب آقای غنی و تیم دکتر صاحب عبدالله واقعا اینا تعهد کرده، منافع اینا فقط منافع ملی است به نظر من. چرا؟ به خاطر اینکه اینا زمامداران حکومت وحدت ملی هستند، بر مردم افغانستان حکومت میکنه، اینا ملزم و مکلف و مسئولیت داره از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تعهد، از لحاظ قانون اساسی که اینا باید منافع عام مردم افغانستان قربانی یا مصالح تیمی خود نکنه و با بنشینه با هم دیگر هر اختلاف که داره سری بالاخره سر یک میز بنشینه، ایره جمع جور بکنه، جمع بندی بکنه، بعد از اینکه بر یک جمع بندی بر یک تعامل واحد رسیدن بعد در میدان مذاکره با دشمنا وارد مذاکره شد. خیلی ممنون آقای محمد دولت. پیشتر هم اشاره کردین که خوب کشورهایی که بنابر میان مداخله میکنن یا میانجیگری میکنن در قضایای افغانستان بخصوص در بحث صلح و امنیت و مسائل طالبان و داعش بیشتر بر مبنای منافع خودشان است که میان در اینجا کار تلاش میکنن، اما نگرانی ندارن از وضعیتی که در افغانستان جریان داره. فکر میکنن واقعا مشخصا در بحث قضیه صلح تا چه زمان این روند خونسا که آقای ناصری پیشتر اشاره کردن ادامه مییابه و مردم افغانستان چه وقت منتظر رسیدن به صلح باشن؟ من فکر میکنم این روند تا وقت ادامه پیدا خواهد کرد که دولت مردای افغانستان با استفاده از صلاحیتی که مردم افغانستان برشان تفویض کردن یا بیاین اهداف خاص خودشان و منافع خاص خودشان، منافع شخصی، منافع گروهی، منافع قومی خودشان را تعقیب بکنند که متاسفانه یکی از عوامل عمده‌ای که امروز یک نوع سردرگمی و حتی شگاف در داخل حکومت، حداقل شگاف دیدگاه در داخل حکومت وجود داره هم دقیقاً همین است. افراد که با استفاده از حالا قدرت مردم در موقف‌ها قرار گرفتن، از این قدرت مردم در جهت اهداف و منافع مردم استفاده نمی‌کنند، عام مردم، از یا در جهت اهداف و مقاصد خاص خودشان که بدترینش هم حالا اما اهداف قومی، سمتی و گروهی استفاده میکنن، میخوان با استفاده از قدرت مردم به نحو منافع مردم را نادیده بگیرن و سرکوب بکنن. بحث دوم وجود یک پالیسی و پالیسی هدفمند و مدون است که متاسفانه نسبت به قضایای بسیار مهم، مشخصا صلح، مشخصا تعمیم و توسعه روابط با جهان بیرون، تا امروز افغانستان نداشته. امروز اگر کشورهای متعددی با افغانستان ارتباط دارن و تعامل میکنن، من فکر نمیکنم امتیاز ازی به دولت و دولت مردای افغانستان یا حتی به سیستم دیپلماسی افغانستان بر بگرده. او بر مبنای روابط و بر مبنای منافع و اهداف خودشان آمدن حالا ارتباط برقرار کردن، بر از گاهی هم که این منافع کمرنگ میشه روابط متاسفانه کمرنگ میشه و عکسش هم صدق میکنه. این محدود به همین مقطع زمانی امروز و همین دوری 13-14 سال هم نیست، قبل بر این هم متاسفانه ما این وضعیت رو داشتیم. من فکر میکنم اگر ما قرار باشه منافع مشروع کشورهای دیگر نسبت به افغانستان خواسته باشیم به نوع تعریف بکنه، من فکر میکنم منافع مشروع در امتداد پالیسی های مدون
دولت افغانستان از طریق دولت افغانستان در امتداد اهداف ملی اگر همچین یک ارتباط شکل بگیره این ارتباط مشروع است. در غیر ازش ما میتونیم نام مداخله را برش بانیم، ما میتونیم نام ارتباط حالا مقرزانه مخل نظم امنیت و منافع ملی و هاکزا را سرش بانیم و ای متاسفانه با او دید معدود در که ما تحلیل میکنیم، چون مثلا در این مقطع خاص زمانی نوعیت رابطه حالا او غیر به اصطلاح هنجاری را که یک کشور با یک گروه در داخل افغانستان تامین میکنه ممکن در این مقطع خاص زمانی تامین کننده منافع یک بخش یا یک گروه از افراد جامعه و جریان ها در داخل افغانستان باشه. به نوعی پیشش میکنیم برش توجیه پیدا کنیم، اما اگر با دید کلان ببینیم من فکر نمی کنم روابط با گروه هایی که در تقابل با منافع مردم خودشان در داخل کشور فعالیت میکنن تحت هیچ عنوان و با هیچ تعریفی الزاماً در موازی با منافع مردم افغانستان در داخل این کشور باشه. پیشترم اشاره کردیم به نوعی که خوب بحث روابط یکسان داشتن روابط یکسان که افغانستان بارها ادامه کردن که با تمام کشورها دارد به سود افغانستان نبوده، اما در بحث روسیه که حالا در هر جایی که جنگ است و اونجا آمریکا حضور دارد، روسیه هم به نوعی تلاش میکنه که حضور داشته باشه و تقابل منافعی در اونجا وجود داره بین روسیه و آمریکا. فکر میکنید در بحث افغانستان هم این مسئله واقعا صدق کنه که اینجا روسیه اگر بیاید بحث تقابل با آمریکا است تا تعامل با افغانستان؟ 100%. ببینین شما اگر به گذشته و به تجارب تاریخی ما و در روابط ما با جهان بیرون مراجعه بکنن، افغانستان حداقل در تاریخ معاصر خودش چند اشتباه بسیار کلان را از دید ما مرتکب شد. یک، این که افغانستان آمد عضویت کشورهای عدم انسلاک را پذیرفت به عنوان یک کشور بیطرف. بیطرفی برای افغانستان با توجه به موقعیت جیوپولیتیک خاصی را که داره برای افغانستان معنا نداره. یکی از دلایلی بود که حالا تقریبا از هر دو جناح تهدید شد. دوم، پالیسی های تعریف ناشده و بر مبنای حالا سلایق شخصی از طرف حالا شخصیت هایی که پیش بعضی ممکن قهرمان هم باشن یک بار به شکل مطلق خود را به دامن روس انداختن با کوچکترین حالا نمیفهمم برخورد سلیقه‌ای این رابطه را خواستن قطع بکنن. هم در زمانی بود که روس‌ها به حد کافی دیگه دارای اهرم‌های نفوذ در داخل حتی نظام سیاسی در داخل این کشور بودن، قطع رابطه با او کردن و با یک چرخش 180 درجه تغییر جهت دادن و تامین رابطه با دگاه کردن. من فکر میکنم از این رهگذر، از رهگذر پالیسی ها و دیدگاه های از این قبیل افغانستان وضعیت داره که ما امروز شاهدش هستیم. بنابراین بسیار خوب خواهد بود که پالیسی های ما فرد محور نباشه، یعنی یک فردی که در رأس رم قدرت قرار میگیره دیدگاه خود را تحت عنوان پالیسی اهمال نکنه سر مردم، خصوصا پالیسی خارجی خودشان. پالیسی یک پدیده پویا، مدون، هدفمند و مبتنی بر اهداف و منافع ملی باید باشه و مردم و نماینده های مردم باید تاثیرگذار باشن سر تدوین، تعریف و تعمیل عملی ساختن این پالیسی، خصوصا پالیسی خارجی یک کشور که متاسفانه ما تا امروز نداریم. وزارت خارجه ما شکل سمبولیک داره، حتی وزارت خارجه ما در شکل دهی پالیسی های خارجی حکومت افغانستان خصوصا در دوران حکومت آقای کرزی نقش بسیار محدود و کمرنگ را داشت، ضمن این که حالا دستگاه دیپلماسی را در حکم سیستم عصبی یک کشور تعریف میکنم که میتونه حالا روابط خوب و منطقی را با جهان بیرون تعریف بکنه و این پالیسی ها و این روابط بیشتر فرد میور بر مبنای اقراض و منافع بیشتر شخصی و گروهی بود تا ای که بر مبنای اهداف ملی. من فکر میکنم اگر واقعا ما بتانیم پالیسی های با این مشخصات را ما تعریف بکنیم و تدوین بکنیم و این را عملی بسازیم و بعد ای باشه مبنای روابط ما با جهان بیرون و بر مبنای دقیقاً انانمی پالیسی ما بیایم تفکیک اولویت بکنیم، نه ای که حالا یک کشور را ما دشمن بتراشیم و با کشور دیگه
صد درصد ما آغوش خود را باز بکنیم، نه، تفکیک اولویت بکنیم. در او صورت خواد بود که ما حرف خواد داشتیم و منافع ما تامین خواد شد در قضایای متعدد از جمله بحث جنگ و صلح در داخل. سپاسگزارم، خیلی ممنون آقای نصیری. در یک دقیقه اگر حرف دیگری باقی مانده باشه شما بفرمایید. تشکر. ما میخوایم یادآوری بکنم که یکی از مشکلی که همیشه در افغانستان بود، مخصوصا در این یک دهه بیشتر اخیر، و عبارت از است که تا هنوز افغان ها موفق نشدند، یعنی مردم افغانستان موفق نشده که یک حکومتی ملی به وجود بیاره. مادامی که ما حکومت ملی نداشته باشیم، فقط حکومت تیمی داشته باشیم، و این مثلا بارها گفته شده که خب ما هنوز ملت نشدیم که بتونیم بنابرای ملی داشته باشیم یا حکومت ملی داشته باشیم. این کار حکومت هاست که ملت ها را میسازه. این کار حکومت هاست که واقعا تنش ها را کم میکنه و مردم و شهروندان خود متحد میسازه. این وظیفه ملت ها نیست، این وظیفه مردم نیست، این وظیفه حکومت ها هست. و با کمال تاسف به همین دلیل، چون حکومت ملی تا هنوز در افغانستان شکل نگرفته، بحران ملی افغانستان با کمال تاسف قابل حل نبوده. و هر وقتی که اینا بیاین، شما ببینید همین که میاییم، اینمی که جناب دکتر صاحب عبدالله با دکتر صاحب اشرف غنی سر یک تعریف دوست و دشمن با هم دیگر چقدر اختلاف داره. این دلیل بر است که ما حکومت وحدت ملی، حکومت ملی نداریم. اگر حکومت ملی باشه، خب بر منافع ملی شکل میکنه و تعریف میکنه. یعنی دوست افغانستان کسی است که واقعا به منافع ملی افغانستان ضربه نزنه، درسته؟ از هر کجایی که باشه. تا هنوز ما سر تعریف خود تروریسم، دشمنای مردمی افغانستان، بحث طالبان با یک توافق نرسیدیم. علتش همینه که ما حکومت ملی نداریم. خیلی ممنون. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمانان برنامه، غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان و سخی محمدی استاد دانشگاه. از شما بیننده عزیز هم سپاسگزار هستیم. تا برنامه بعدی در همین فرصت، خدا نگهدار.